دوستان سلام عرض میکنم با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم در این ویدیو فعل امر رو درس میدم قبلا با فعل امر یک مقدار آشنایی داشتید در حالت ساده ریشه فعل همون فعل امر هستش ولی اون فقط برای مخاطبتون هستش ولی ما فعل امر داریم برای تمام فائل ها برای تمام فائل یعنی من تو او ما شما ایشان وقتی میخوایم بگیم که فلانی یه کاری رو بکنه یا مثلا شما این کار رو بکنید اونها یه کار دیگه بکنن اینا همش حالت امری هستش برای اشخاص مختلف و زیاد هم مواجه میشید با اینها مخصوصا زمانی که یه کسی میخواد یه کاری رو انجام بدید و یا به گوش کسی برسونید که چه کاری رو باید انجام بده اینه که تو مکالمه های روزمره بسیار بسیار کاربرد داره و فکر کردم که هر چه زودتر باید اینو درس بدم خب یه نگاه بندازیم ببینید برای تمام فائل ها به این شکل پسوند داریم و این پسوند همانطور که میبینید برای حروف کلوفت و نازک به همین شکلی که میبینید دستبندی میشه واسه یه بن اگر هجای آخر کلمه فعلمون صدای کلوف داشته باشه آیم اگر صدای نازک داشته باشه ایم در حالت مخاطب که یک نفر باشه نداریم پس نداریم و ریشه فعل رو داریم که اگه تا اینجا با ما اومده باشید میدونید برای سوم شخص پسوند سن سین، سون و سون رو داریم که بنابر قواعد واجی دسته بندی شده اون رو هم در مثال ها خواهید دید برای اول شخص جمع دو تا داریم برای حروف نازک الیم برای حروف کلوفت آلوم رو داریم اینجا هم میبینید برای سیز دو مدل داریم این چهارتای اول همیشه قابل استفاده هست این چهارتای دوم در موارد بسیار رسمی و در هشدارهایی که نوشته میشه در دفترچه راهنماهایی که وجود داره به این شکل شما رو مخاطب قرار میده و حالت رسمی تری داره برای سوم شخص جمع هم اینها رو داریم اگر یادداشت میکنید که حتما این کار رو بکنید چیز ویدیو رو نگه دارید که یادداشت بکنید بعد از این برای هر شخص مثال هایی رو داریم اونها رو هم یادداشت بکنید خب این ویدیو خیلی به دردتون خواهد خورد اگه ممکنه لایک بکنید و بریم ادامه راه رو خب نیا پایم چه کار کنم؟ خب اینجا هم حالت سوالیش شو آوردم هم در این حالت هست یعنی چه کار بکنم چه کار انجام بدم برای خودش تو این جمله فعل دنبال امر میگرده یعنی دنبال یه دستوری میگرده فاعلمون یعنی چه کار کنم نه یا پاییم حالا فرض کنیم یه نفر داره به خودش میگه که چی کارا بکنه ادایی تمیز لیم. اتاق رو تمیز کنم ادای تمیز لیم آلشوریشه گیدهیم خرید برم بیراز اترایم کمی بنشینم نماز کلایم نماز بخونم خب دقت داشته باشید دوستان حالت نوشتاری به این شکل هستش یعنی آیم و اییم هستش زمانی که بخواید بنویسید و یا مثلا بخونید میبینید که به این شکل هستش و درستش هم همینه موقع صحبت کردن خب زبان ترکی یه خود هماوای صدا و راحتی کلام رو زیاد داره موقع صحبت کردن یک مقدار این حروف تمایل پیدا میکنن که همشون ایم باشن خب مثلا شما موقع صحبت کردن ممکنه این رو بشنوید از یک بومی ترک اینجوری بشنوید که بگه ناپیم تمیزلییم گیدیم اتریم نماز کلیم اینا رو خواهید شنید ولی خب رسمی نوشتاری درستش اینه موقع حرف زدن تمایل به یک مقدار انعطاف دیده میشه اینو هم داشته باشید بریم سراغ مثال بعدی نره گیده ایم کجا بروم؟ اینجا هم تو حالت سوالی گذاشتم ایشیمی بیتیره ایم. کارم را تمام کنم آرابا آلاییم، ماشین بخرم، تاتیله گیده ایم، بروم، اولنه باری، لاقل ازدواج کنم، این باری رو خواستم اینجا یه جورایی بذارم که اینو هم ممکنه زیاد بشنوید توی صحبتهای روزمره، اون هم به معنای حداقل و یا لاعقل هستش خب اینا همش تراوشات یک ذهن مشغوله که به خودش داره امر میکنه و یا یه نفر که داره برنامه رو میگه این کار رو بکنم اون کارو رو بکنم این حرف رو. خب بریم سراغ سن و یا تو سن افده کال تو در خانه بمان همونطور که میبینید پسوندی نداره اگه به یاد نگاه کنید میبینید که برای سن پسوندی نداشتیم سن به نی آرا به من زنگ بزن تو به من زنگ بزن مطلو اول خوشبخت باش بورایا باک اینجا را نگاه کن شنو اکو، این را بخوان همانطور که می بینید خیلی ساده ریشه فعل رو به عنوان فعل امر داریم برای مخاطب مفردمون مورد بعدی سوم شخص مفرد هستش لیلا بنیمل گلسین Leyla bağıman bir ayet. Kimse konuşmasın. Kesi harf nazemet. Herkes otursun. Herkes beni şinet. Ahmet işe başlasın. Ahmet şuru bekar konet. Bayramınız mübarek olsun. عیدتان مبارک باشد خب ببینید اینجا ما داریم امر میکنیم خواستمون رو میگیم که شخص سوم انجام بده اینه که حالت امر میشه در حالت سوم شخص مثلا اینجا میگیم لیلا این کارو بکنه اینجا میگیم هیچ کس یه کاریو نکنه اینجا میگیم هر کس یه کاریو بکنه اینجا باز یه سوم شخصی داریم اینجا هم میگیم عید مبارک باشد اینو شاید زیاد شنیده باشید و این پسوند رو همونطور که میبینید اینجا هم داریم اینجا هم داریم به عید امر میکنیم که زورکی مبارک باشد. خب بیایم واسه اول شخص جمع بیز آرتق گیدلیم آرتق یعنی دیگه Baktışı ki biz artık gidelim. Ma diger beravim. Görüşelim ve konuşalım. Didar konim ve sohbet konim. Hem diger o ve sohbet konim. Görüşelim ve konuşalım. Kahve içelim. Kahve bokhorim. یاردم ادلیم کمک کنیم یمک یلیم غذا بخوریم خب بریم سراغ دوم شخص جم سیز ارکندن گلین سیز ارکندن گلین شما زودتر بیایید بیز ببخشید سیز بیزه ها برورین شما به ما خبر بدهید سیز ادادا بکلین شما در اتاق منتظر باشید سیز بو فرمو دولدرون شما این فرم را پر کنید گیدین بردان گیدین بردان در واقع باید اینجوری باشه از اینجا بروید اوکی بریم سراغ حالت رسمی ترش برای مخاطب جمعمون سادان حرکت ادینس از سمت راست حرکت کنید سادان حرکت ایدنیز. kemerinizi bağlayınız. کمر Kemer خود را ببندید. خب این یه رو که میدونید بین دو تا حرف صدادار که میاد یه حرف سامتی باید باشه که تلفظ بشه معمولا یه و نه رو میذارن اینجا هم یه رو داریم کمرینیزی باغلاینیز کلاوزو اکیونز کلاوزو اوکویونوس یعنی دفترچه راهنما را بخوانید ایج دینلینیس ایج دینلینیس خوب گوش کنید سو ایلاوه ادینیز. سو ایلاوه ادینیس آب اضافه کنید خب اینجا سعی کردم که یه سری قانون ها هشدار ها و یا مثلا یه تابلوهایی هستش بعضی وقتا میذارن یا مثلا اینو ممکنه تو هواپیما ببینید این هم همینطور و یا بشنوید این هم ممکنه یه جاهای رسمی مثل هواپیما و فرودگاه و اینجور چیزا بشنوید این جمله آخر رو ممکنه روی دستور پخت مثلا ببینید یه همچین چیزی خب بریم سراغ بقیهش که سوم شخص جمع هستش اونلار کالسونلار آنها بمانند حالا آن ممکنه این اونلار که نوشته باشه جسم باشه چه میدونم بار باشه کتاب باشه وسایل باشه و یا ممکنه یه عده آدم باشن یا یه سری اطلاعات باشه مثلا چه میدونم مدارک باشه و اینا اونا بمونن واسه بعد مثلا میخواد بگه میگیم چی اونلار کالسنلر آنها بمانند بیزیمله گلسنلر آنها با ما بیایند گلسنلر بیایند ساحیلده یورسنلر در ساحل راه بروند. سپور یابسنلار ورزش کنند. دورویو سینلر راستش را بگویند. خب، همانطور که میبینید اینها هم در حالتهای مختلف پسفند خودشون رو گرفتند. خب دوستان امیدوارم که مثال ها کافی بوده باشه یک سری فعل هم توی کامنت ها می نویسم پین می کنم که مثال های بیشتری رو ببینید واسه اینکه ویدیو طولانی نشه نخواستم یه بیسی چهل تا مثال بزنم وگرنه تو ذهنم مثال های زیادی بود لطفا قسمت کپشن رو هم ببینید اونجا هم یک سری مثال ها می میذارم براتون دوستان اگر سوالی دارید میتونید کامنت بذارید هر چی خواستید میتونید بپرسید هر کامنتی هم بذارید من خوشحال میشم بعد اگه لایک یادتون رفته لایک کنید چون من لازم دارم اونو دیگه امیدوارم یادداشتاتون رو مرور بکنید و تمرینات خودتون رو انجام بدید دوستان یه توضیح کوچیکی ارز بکنم خدمت کسایی که فکر میکنن ارز یک ماه میتونن ترکیه استانبولی رو یاد بگیرن اولا اگه کسی چنین ای به شما بده این دروغه من اگه هر انسانی میتونست ارز یک ماه یک زبون رو یاد بگیره حتما پیدا می شد یک نفر توی دنیا که طی یک سال که دوازده ماهه دوازده تا زبون یاد بگیره اگر اینجوری بود خیلی ها این کار رو می کردن. ولی این یه چیز غیر ممکنه و خواهش میکنم که حرفای خنده نزنید بعد برای اینکه یک زبان رو بتونید یاد بگیرید اولا هر زبانی که زبان دوم شماست شما هیچ موقع نمیتونید به طور کامل یاد بگیرید همیشه جایی هست که برای یادگیری باقی مونده باشه بنابراین تمرینات خودتون رو با گوش دادن و نگاه کردن برنامه های تلویزیونی چه میدونم الان یوتیوب پر از کاناله که اطلاعات خیلی خوبی رو راجع به خیلی چیزها میده و میتونید اخبار نگاه بکنید میتونید موارد چه میدونم سریال های خوب و تاریخی داره میتونید اونها رو نگاه بکنید و خلاصه خودتون رو وارد دنیای اون زبان مقصد بکنید و این رو هم بدونید با صحبت کردن یاد نمیگیرید با گوش دادن یاد میگیرید به خاطر همونه که اونایی که اه... کر و لال هستن بیشتر اونایی که نمیتونن بشنون ناشنوا هستن نمیتونن صحبت کنن پس بنابراین در وحله اول شنیدن هستش که باعث میشه که شما یه چیز رو یاد بگیرید و بعد تقلید بکنید دقیقا همون صدایی رو که میشنوید رو باید تقلید بکنید نه اون صدایی که روی کلمه میبینید و یا مثلا فکر کنید که دارید درست میخونید نه باید بشنوید و تقلید بکنید اینجوری میشه که میتونید درست تلفظ بکنید تاکیدم برای تلفظ درست اینه که وقتی شما وقت میذارید ماها وقت میذارید یه جوری باشه که نتیجهش قشنگ باشه و هرچقدر زیباتر صحبت بکنید همونقدر قشنگ تره وقتی میشه زیبا و درست صحبت کرد چرا آدم این کارو نکنه من یه فلسفه ای دارم آدم یه کاریو میکنه درست انجام بده و انسان تنها موجودی هستش که زبان یاد میگیره انسان تنها موجودی هستش که صحبت میکنه پس کسی دیگه غیر از انسان نمیتونه این کار رو انجام بده و کسی اگه بگه من استعداد ندارم و نمیتونم یاد بگیرم و حرف خنده داریه ما نمیتون انتظار نداشته باشید گربه ها و درخت ها صحبت بکنن خب انت فقط انسانه که این استعداد رو داره و همه این استعداد رو دارن من دیر یاد میگیرم و زود یاد میگیرم هم نداریم یعنی نهایتا شما زمانی که خودتون رو در معرض اون زبان قرار بدید درصد زیادی قسمت یادگیری رو انجام دادید اینه که برای یادگیری هم عجله نکنید یعنی اینجوری بگم برای نتیجه عجله نکنید برای یادگیری عجله بکنید چون خیلیاتون وقت ندارید زودتر باید یاد بگیرید یک سری از سوال از من میپرسید به حال میاد توی صفحه فیسبوک مشورت میکنید ولی خب گفتم یک مقدار توضیح هم داده باشم اینجا اگر تا اینجا یه ویدیو گوش کردید یه سردرد کوچیکی هم اینجا بدم و به دوستانتون هم بگید که در مدت کوتاهی واقعا نمیشه یاد گرفت مگر اینکه هر روز پنج ساعت وقتتون رو بذارید اون هم یک ساعت مطالعه قواعد هستش چار پنج ساعت هم نگاه کردن تلویزیونی چیزی زمانی که شما میشینید از اینترنت برنامه های ایران رو نگاه میکنید اصلا از خودتون انتظار نداشته باشید که در معرض محیط زبان مقصد قرار گرفته باشید باید خودتون رو گوشتون رو عادت بدید به شنیدن و روش تدریس منطوری هستش که شما بتونید تشخیص بدید چیزی که میشنوید به چه معنایی هستش که بتونید اونو بفهمید بعد فهمیدن بتونید اونو تحلیل بکنید تو مغزتون و بعد تقلید بتونید یاد بگیرید و نتیجه درست رو بدید موفق باشید خیلی حرف زدم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار